مادر آیا می توان عشق و حدیث مادر را توصیف کرد؟ بسیاری مقام مادر را با مقام خدایی یکی می دونن. هر دو خالق هستند. توصیف مقام مادر حتی در هزاران کتاب نیز نمی گنجد. من به راستی نمی دانم چگونه مقام مادر را شر دهم. اینجا چند داستان کوتاه رو می آورم تا شاید ذره از دریای مقام مادر و عشق آسمانی او به فرزندانش را توصیف کند توی مادر اشتباهی خونه یک خانم مسنی رو گرفتم اومدم اوزخایی کنم ولی او هی میگفت بهرام جان تویی من هم هی میگفتم ببخشید مادر اشتباه گرفتم ولی او صدای مرا نمیشنید و باز میگفت بهرام جان تویی مادر من هم میگفتم نه مادر جان اشتباه گرفتم ببخشید اما پس از چند بار تکرار کردن اسم بهرام دلم دیگر طاقت نیاورد و گفتم آره مادر جون منم بهرام زنگ زدم حالتون رو بپرسم پیرزن بیچاره آنقدر زوغ کرد که چشمان من هم خیس شد چه مادر و پدرها و پدر بزرگها و مادر بزرگهایی که چشم به راه تماس کوچولوهای خودشون هستند ازشون دریغ نکنیم گلی برای مادر مردی مقابل گلفروشی فروشی ایستاده بود و میخواست دست گلی برای مادرش که در شهر دیگری بود سفارش دهد تا برایش پست شود وقتی از گلفروشی خارج شد دختری را دید که روی کنار خیابان نشسته و داشت حق حق گریه میکرد مرد نزدیک دختر رفت و از او پرسید دختر کوچولو چرا گریه میکنی؟ دختر در حالی که گریه میکرد گفت میخواستم برای مادرم یک شاخه گل سرخ بخرم ولی من فقط 75 سنت دارم در حالی که قیمت گل سرخ دو دلاره. مرد لبخندی زد و گفت با من بیا من برای تو یک شاخه گل سرخ قشنگ میخرم وقتی از گل خارج شدن مرد به دختر گفت مادرت کجاست؟ میخوای تو رو پیشش ببرم؟ دختر با دست به قبرستان آن طرف خیابان اشاره کرد و گفت اونجاست. مرد همراه دختر به قبرستان رفت و دختر روی یک قبر تازه نشست و گل را آنجا گذاشت. آن مرد چنان دلش گرفت که دیگر طاقت نیاورد و به گل فروشی برگشت و دست گلی را که برای مادرش سفارش داده بود تا برای او پست کنند گرفت و دویز کیلومتر رانندگی کرد تا خودش و حضوری دست خودش حضوری دست گل به مادرش تقدیم کنه. داستان دیگر تولدت مبارک ساعت سه شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد پشت خط مادرش بود پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی مادر گفت 25 سال پیش در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی یادت نمیاد فقط خواستم بگویم پسرم تولدت مبارک پسر از اینکه دل مادرش را شکسته بود تا صبح خوابش نبرد صبح سراغ مادرش رفت وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شم نیمی سوخته یافت ولی دیگر مادر در آن دنیا نبود تارمو آشنایی می گفت وقتی که بچه بودم هر وقت مادرم آشپزی می کرد اگه توی غذا یک تارمو پیدا می شد زمین و زمان رو به هم می ریختم. ولی حالا که مادرم را از دست دادم زمین و زمان رو به هم می دوزم شاید شاید یک تار مو ازش پیدا کنم روز مادر بر همه مادران این عزیزترین موجودات عالم مبارک باد پاینده و پویا باشید